میخوای با عوامل مهم جیره نویسی آشناشی؟ پس بزن بریم سراغ آموزش. سلام دوستان عزیز، من توی ویدیو روز قبل در رابطه با بیماری و با یک سری نکات محدود رو باید به اشتراک گذاشتم. توی این ویدیو قصد دارم جیره نویسی تویور رو با هم تحلیل کنیم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی لطفاً پست رو سیف کن، چون حتماً به کارت میاد، و اگر هم که از اکسپلور میای حتماً پیج رو فالو داشته باش، چون ما هر روز مطالب آموزشی برات داریم. عوامل مهمی که در جیره نویسی تویور باید در نظر بگیری: 1. انرژی ذخیره یا همون انرژی متابولیسمی غذا یا کالری غذا نامیده میشه. 2. درصد پروتئین خام جیره غذایی. 3. درصد مواد معدنی. 4. ویتامین. مقدار غذایی که یک مرغ میخوره بستگی به این عوامل داره: 1. نژاد، وزن مرغ، حالت فیزیولوژیکی و سلامتی مرغ، مقدار پروتئین و کالری جیره، آب و هوای محیط و فصل، ترکیب جیره غذایی، مقدار محصول و سایر شرایط پرورش. البته در نژادهای گوشتی مصرف خوراک زیاده، چون باید در یک زمان معین به ذریع تمدن غذایی معینی برسه. همچنین سن مرغ نیز میتونه روی مقدار خوراک تاثیر داشته باشه. نسبت انرژی به پروتئین سهم بسیار مهمی توی تنظیم جیره غذایی داره. تغذیه طیور به صورت آزاد، یعنی هر چقدر بخورن در اختیارش قرار میدهیم، چون حیوان تکمیده‌ای خودش مقدار خوردن رو کنترل میکنه. اگه انرژی غذا رو زیاد کنیم و 2 تا 100 گرم غذا داشته باشیم، در یکی 100 مگاکالری و در دیگری 50 مگاکالری انرژی وجود داشته باشه، غذای دوم رو 2 برابر میخوره. تا غذای اول در طیور یک مکانیسم تنظیم کننده وجود داره، چون ما وزن معین غذا رو به طیور نمیدیم، بنابراین باید خوراک به صورت درصدی باشه. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودی. با لایکاتون به ما انرژی بدین و هر کس که میدونین در این زمینه فعالیت داره، پست‌های ما رو براش شیر کنید.